خوش و خورم و سلامت و تندرست هستید. بارز میکنم که هیچ معلالی نداشته باشید. من ستار دلدار هستم از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه تلویزیون آپادانا ندا در خدمت شما خواهران و برادران نازنین هستم. در آغاز برنامه بد نیست که فکر میکنم که برای دستگرمی و اینکه شما در واقع بیشتر در جریان خبرهای رویدادهای حال غیر سیاسی هم باشید و مسائلی که گاه گداری من میبینم مرتوجهتون هست، مرتوجه خیلی هم زیادی هست ولی کن ما کمتر بهش میپردازیم و ولی کن جا داره که اگر یک اتفاق خوبی افتاد حتما بهش اشاره کنیم که بدونید که ما در همه گونه های جامعه رو نگاش میکنیم و همه اتفاقات رو بررسی میکنیم و اونجایی که شکست و ناکامیست در جامعه به شما میگیم، اونجایی که موفقیت میگیم که شاید بگردیم بریم دلیل موفقیت چیه، دلیل ناکامی چیه. حالا این ناکامی و موفقیت ها بیشتر در زمینه مسائل هنری و گردهمایی سیاسی در خارج از کشور دیگه، مثلا تظاهرات یا یک کنسرت، بیش از این من در واقع چیزی رو نمی‌بینم، یعنی غیر از این هم نیست دیگه. مثلا رویداد مهم هنری یا نمایشگاه‌های آنچنانی چون کشور ما نیستن، این سرزمینی که ما درش زندگی می‌کنیم امکانش وجود نداره. بنابراین اون مثلا فکر کن یا رویدادهای بزرگ ورزشی جامعه ایرانی خارج از کشور نمیتونه داشته باشه چون ماها در واقع اقلیت هستیم، پس بنابراین محدود میشه به همون چیزی که خدمتتون عرض کردم. و وقتی که از بدش میگم بد نیست که، یعنی بد نیست که 100 درصد من همیشه از خوبش هم گفتم و این تعادل رو سعی کردم حفظ بکنم که خدای نکرده اشتباه نشه. من خدای نکرده با هیچ وقت تو زندگیم با کسی برخورد یا کینه شخصی هرگز نداشتم و معمولا اگر از یه چیز دلخور بشم زود تموم میشه. دنبال مسائل شخصی من تو زندگی نبودم به اون صورت که بخوام در واقع با کسی به طور شخصی برخورد بکنم. مسائل من مسائل عمده و در واقع وسیع مملکتی است. و حالا این نمایش آقای فخرالدین قراره که در نیویورک و واشنگتن روی صحنه بره، حاج آقا میر انارکی، و فکر میکنم که با استقبال رو بشه. تا اونجایی که من مطلع شدم هموطنانمون استقبال کردن. این نمایش نامه رو در واقع این تور رو آپادانا برگزار میکنه، منافعش به سود آپادانا است. اما قبل از اینکه به این تور برسیم که میگم خبرهای خوشی از فروش بلیتاش به دست میاد، اطلاع پیدا کردم که خانم همیرا، چون یادتون باشه من قبلا مثلا گفتم آقا این کنسرت ها این برنامه ها از آن زود بذارید، دلیلش هم که فضای اینجور کارا نیست و باید یه ذره صبر کرد با مردم گام به گام پیشتر. مثلا اشاره کردم که کنسرت آقای موین در دبی با شکست مطلق روبرو شده یا کنسرت آقای منصور در شمال کالیفرنیا با شکست روبرو شده در مقایسه با کاری که قبلا میکردن. و مثلا شاهد آوردم که سال پیش آقای منصور در همین کلابی که در سن حوزه هستش به نام اولان یا هرچی که هست، ایشون تقریبا مثلا 800-900 نفر آدم برشون اومده بود در همون کلاب، در همون خواننده، یعنی آقای منصور مثلا 200 تا این دفعه اومدن. دلیلش این بود که مود مردم درست نبود و ولی همون جا همیشه جای جالبی، خواننده هم همون خواننده بوده خوب بوده، بنابراین زمان شناسی و بخش شناسی خیلی خوبه. اگر انتقاد کردم اون موقع دلیل بر این نبودی که من مخالف باشم، خدای نکرده، با شادی و موسیقی و رقص و این چیزای مردم به هیچ وجه ملل بود، بلکه کاملا باش موافق هستم. و خبر دیگه این که مثلا خب مود مردم الان آمادگی پذیرش رو داره یواش یواش. دیدم شنیدم که در نیویورک خانم سرکار خانم همیرا بعد از سالها اولین ظهور خودشون روی صحنه در واقع به نمایش گذاشتن.
و در یک کنسرت بزرگی در نیویورک شرکت کردن که من حتی سالونش اسمش نمیدونم چه، ولی که میدونست شنیدم که سالون تقریبا 1500 تا گنجایش داشته و تا به حال سابقه نداشته که هیچ خواننده ایرانی تا اینجایی که به من اطلاع دادن تا به حال تونسته باشه این تعداد جمعیت رو در اون سالن در نیویورک داشته باشه که خانم همیرا داشته. کنسرتش در نیویورک بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده و من خیلی خوشحال هستم از این ماجرا و خیر مقدم میگم به خانم همیرا بازگشتی رو براشون رو به صحنه و تبریک میگم به هموطنانمون که به موقع در واقع از یک خواننده خوب متعهد و به دور از جنجال و مورد توجه مردم و در مسیر خواست مردم استقبال کردن. ببینید من یه نکته به خدمتتون عرض بکنم که دلیلی نداره، همیشه هم خدمتتون گفتم دلیلی نداره که خوانندگان بخوان به اصطلاح در مسیر مسائل سیاسی حرکت کنن، میتونن نکنه، یه مسئله شخصیه، کمون که در مورد مردم، مردم عادی هم همیشه بارها گفتم شما، ما انتظار نداریم که همه به مسائل سیاسی بپرده، همه سیاسی باشن، همه مبارز باشن، نه، بعضی اصلا مسیر زندگیشون، شکل زندگیشون به گونه یه که اصلا دوربر این مسائل نیستن، اشکال نداره، بهتره که باشه، ولی که نباشه نفس نیست. خانم همیرا تا اونجایی که من میدونم و شما هم میدونید به هر حال یک خواننده است که مسائلش رو زندگیش خیلی لوکیه، با جنجال نیست خوشبختانه، یا نمیدونم به هر حال شاید بعضی دوست دارن و بنابراین نباید خوشبختانه شد، برای اونا خوشبختی اینه که با جنجال باشه زندگیش. خانم همیرا با جنجالش وقت کاراش نبوده و کاراشون رو من تا اونجایی که دیدم بر اساس میل دلشون انتخاب میکنن و اون چیزی که احساس میکنن اجرا میکنن، چون روی صحنه که من سال پیش دیدمشون خواننده هستن با احساس هستن. بنابراین تا اونجایی که من متوجه شدم به هر حال در کنار مردم بودن، کمکی بوده، جایی خواستی بوده این خانم کردن و به هر حال دوستشون دارن همه، خانم محترمی هستن و خانمی هستن بسیار با شخصیت، بسیار آرام، بنابراین تمجیدش میکنیم، تاییدش میکنیم خانم همیرا رو، ولی که خواننده دیگه هم به همین شکل وقتی مورد اعتراض قرار میگیرن که ما ببینیم که در مسائل سیاسی حضور دارن و انحرافی دارن کار میکنن، اونجاست که در واقع مقاومت رو از جانب گروهی از جمله ما میبینند. ما هیچ خواننده رو اجبار نداریم، اجبار نمی کنیم که در مسائل سیاسی حضور داشته باشه، اما اگر میخواد حضور داشته باشه باید هوشیارانه بدونه که مردم چی میخوان و در اون مسیر راه بره، در اون حرکت، حرکتش به اون سمت باشه. خب بعضی وقت آدم اشتباه میکنه، خود منم اشتباه میکنم، همه ما اشتباه میکنیم، انسان جایز الخطا است. پس از این مسئله خانم همیرا رد شدیم که در نیویورک با استقبال بی‌نظیری روبرو شده، برسیم این داستان که همه ما ممکنه که اشتباه بکنیم، بنابراین اشتباه رو میشه اومد تذکر داد، یک بار آدم تذکر میده به موقعش، ولی که این من هیچ وقت عادت ندارم یه مسئله دو دفعه بخوام تذکر بدم یا سه دفعه، اون موقع عرض کردم همیشه گفتم این میشه دشمنی، اگه من بیام به یه خواننده هر هفته یا هر روز پیله کنم و یا آقا این یعنی من با این آدم دشمنی دارم، خورده حساب دارم تصفیه میکنم، اما اگه یک بار من بیام همه حرفامو بزنم و برم در واقع روی خیرخواهی برای اون نظر خودم، ممکن نظر منم غلط باشه و نظرم گفتم و رفتم. بعضی وقت هستش که نظر خود منم فقط اشتباه میشه، اگه تحس میزنم تا اکثر مواقع قضاوتم درست بوده ولی خیلی موقع اشتباه کردم. مثلا داشتم امروز ایمیلامو نگاه می‌کردم، یه دوستی من دارم، حالا دوست که نمیشه گفت، به هر حال آشناست، ولی که مثلا از نظر خانوادگی در حال مادر ایشون حاجی خانم هستن
و به مادر منده هم حاجی خانم با هم یه مادرای ما رفت آمد دارن، برای چندین بارم هم دیگه دیدیم و یک دو بار تلویزیون ما اومدن.